طبیعی مؤثر می باشند. برای این عمل ممکن است گوشه ای از طبیعت به منزله منبع الهام انتخاب گردد و با حالتی از خطوط آزادانه ترکیبی از آن به وجود آورد. بدین ترتیب ویژگی های بصری خط با روحیات و هیجانات درونی طراح میامیزد و در نتیجه اثری به وجود می آید که علارغم شباهت به طبیعت مستقل از موضوع و منبع طبیعی انتخاب شده باشد. در این رابطه نیز گفته شده است که تأثیر دلنشین یک اثر طراحی بیش از آن که به موضوع طرح بستگی داشته باشد به آهنگ خطوط و کیفیت اجرایی آن وابسته است. اکثر هنرمندان بزرگ از قدیم تا به حال به ارزش‌های بصری خط مستقل از طبیعت توجه داشته اند. از میان آنها پرکله طراح و معلم مشهور مدرسه باهافس موفق شده است که از مرزهای رایج بگذرد و به عمق طبیعت و تا حدودی به اسرار و رموز جهان هستی پی ببرد و نادیدنی ها را دیدنی سازد. طراحی های پرکله از روی طبیعت شامل یک سری طراحی های اندیشمندانه با خط می باشد که به وسیله آن ساختمان اصلی و درونی طبیعت به معرض نمایش درآمده است. نمونه ای از طراحی های پرکله که آزادانه با خط ترکیب بندی شده تا مفهوم کاهش و افزایش را به نمایش درآورد. طرح فوقانی، باران، طراحی با قلم. طرح میانی، بتخانه ای در کنار آب، طراحی با قلم. توالی ریتمیک و افزایش و کاهش به یک منوال. طرح تحتانی، قسمت زیرین، بخشی از یک طراحی با قلم، شهر کلیساهای جامع 1927 میلادی. به وسیله کیفیت تجسمی انواع خط، بیان احساسات و اندیشه هنرمند ممکن می شود و حالات روانی طراح از طریق طراحی و استفاده از خط به معرض نمایش در می آید. آشنایی با خط به دوران کودکی برمی گردد و تقریباً از 2 سالگی به صورت عکس و نمنهای طبیعی و غریزی هنری انسان بروز می کند و تجسم و ادراک هنری آغاز می گردد. در این دوران است که کودکان صادقانه ترین ادراک خود را با خط خطی کردن بدون آنکه طبیعت را الگو قرار دهند به نمایش می گذارند و معمولاً به علت عدم آشنایی بزرگترها زیاد جدی گرفته نمی شود و حتی این عمل کودک را منع می کنند. اما اهمیت خط در طراحی مشخص می شود. بیهوده نیست که هنرمندان بزرگ آن را پایه و اساس هنرهای تجسمی شناخته اند. البته نحوه استفاده و به کارگیری خط در عمل طراحی بسیار اهمیت دارد. کاربرد خط ممکن است برای معرفی شکلی از طبیعت یا نمایشی از تصورات و تجسم ذهنی هنرمند باشد. طراحی نیز وسیله بیانی است که موجودیت خود را از خط کسب می کند تا احساسات و افکار و اندیشه افراد را با استفاده از قوه بینایی به دیگران انتقال دهد. جلوه خط در طبیعت گاهی آرام است، مانند حرکت نرم و آرام امواج دریا، در فرم‌های بدن انسان و حیوانات، در توده‌های ابر و حرکت نسیم در فضا. انواع خط به نیروهایی که بر خود وارد می‌شود بستگی دارد، از جمله خط راست و مستقیم که در اثر فشار 2 نیروی مساوی ایجاد می‌شود. در اثر فشار نیروهای نامساوی که به 2 جهت خط وارد می‌گردد، خطهای دیگری مانند خط مایل، مدور، خط شکسته، خط مارپیچ، خط دندانه‌ای و غیره ایجاد می شود. انواع خط عبارت است از خط راست که به صورت افقی، عمودی و مایل دیده می شود و خط منحنی،
خط مواج، خط مارپیچ، خط شکسته، دندان دار و زاویه دار که هر یک دارای نیرو و انرژی تصویری بوده، قابل ادراک و احساس هستند و می توان نمونه های آن را به وفور در طبیعت مشاهده کرد. هرگاه خط شکسته ای را که تحت تأثیر نیروهای جانبی به وجود آمده مشاهده می کنیم، علاوه بر ادراک خط شکسته، به حالت ظریفی پیدایش سطح را خواهیم داشت که قسمتی از آن قابل رویت و قسمت دیگر آن هنوز به وجود نیامده است. خط شکسته با توجه به انواع مختلف آن دارای بیان مختلفی است. از جمله خط شکسته ای که زاویه آن قائمه باشد دارای استحکام، ایستایی و منطقی به نظر می آید. اما خط شکسته ای که با زاویه بیش از 90 درجه باشد، مثلا 120 یا 150 درجه، فعالتر و با انرژی بیشتری به نظر می رسد. در یک خط راست، خواه عمودی یا افقی، دو نوع انرژی تصویری قابل ادراک است. نوع اول مربوط به خط مورد نظر است که در امتداد خط و به جانب طرفین، یعنی نقطه آغاز و ختم آن، برخلاف جهت یکدیگر ادامه دارد. نوع دوم انرژی و نیروی ناپیدایی است که از دو فضای جانبی به اندازه مساوی به جانب خط متوجه است. در صورتی که به جای خط راست، خط مدور و مارپیچی را در نظر بگیریم، علاوه بر دو نوع انرژی تصویری، عامل دیگری را ادراک می‌کنیم. در این گونه خطوط، در قسمت‌های فرو رفته، تعادل فشار نیروها برهم خورده و نیروی یک جهت نسبت به جهت دیگر برتری دارد و در نتیجه فضای جانبی به اندازه متفاوت فعال است. ضمناً باید توجه داشته باشیم که خطوط مدور مانند خطوط شکسته تا حدودی جلوه سطح را دارند که در حال کامل شدن می باشند. علاوه بر این، دو کیفیت تصویری دیگر در رابطه با فضای طرفین خط راست و خط مدور وجود دارد. بدین ترتیب که کیفیت تصویری فضای طرفین خط راست برابر و دارای یک جلوه و ارزش تصویری است. برعکس، در خط مدور فضای طرفین نامساوی است و به صورت مثبت و منفی به نظر می آید. بخش درونی تحت فشارهای بیشتر فضای منفی قلمداد می گردد و فضای بیرونی نیز که تحت فشارهای کمتری است فضای مثبت محسوب می شود. با تغییر شکل خط و پهن و ضخیم شدن آن، انرژی تصویری که از دو جهت آغاز و انتهای خط به طرفین ادامه دارد تضعیف یا تشدید می‌گردد. این گونه انرژی تصویری دقیقاً با انرژی صوتی که در سازهای مختلف به صورت زیر و بم قابل ادراک است مشابه می‌باشد. بررسی خطوط. برای آشنایی با خصوصیات بصری و کیفیت تجسمی خط، علاوه بر ارزیابی و تحلیل آن به صورت منفرد
ارزیابی گروهی خطوط نیز در شکل‌ها و ترکیب‌های مختلف ضروری به نظر می‌رسد و در نتیجه آمادگی بیشتر و دانش عمیق‌تری را در رابطه با شناخت عناصر تجسمی و نمونه‌های بصری فراهم می‌سازد. تکرار خط در ایجاد بافت شکلی تازه و کیفیت بصری جدید مؤثر است و جهت حرکت و نحوه قرار گرفتن خط در بیان تصویری آن حائز اهمیت